اگر بازی قبل من میتونستم شاهین سبزی رو از مسابقات حذف کنم اگر به نظر خودم درستتر بازی میکردم بهتر بازی میکردم اگر این اتفاق میافتاد الان باید بهتون میگفتم که در 16 نفر پایانی در مقابل رنک یک ایران علی قراوزلو عزیز قرار می گرفتم اما شاهین عزیز قراره که با علی قراوزلو یک فینال زود رست بد می گفتیم. یه جورایی این بازی حکم فینال رو داشت گفتم دو تا سرگروه توی یه گروه افتاده بودن و اینکه بریم با هم دیگه ببینیم دنیا دست کیه و کدوم که از این دو نفر به محل بعد صعود میکنن با من هم رو باشید اوکی okay. تو گروه خودمون گفتم که هم علی قراقوتلو عزیز بود هم شاهین سبزی دو تا تو سرگروه توی یه گروه دیگه واقعا فاجعه است اونم رنک یک و دو یا خدا بریم با هم دیگه بازی جذابشون رو تماشا بکنیم یه چیزی به شما بگم بچه ها هیچ کدوم از بازی هایی که دارید میبینید و درست من تو باشگاه بودم با دوربین خودم میبینید زب شده ولی به هیچ شما من اصلا سر بازی قرار نگرفتم که ببینم چند چند میشم قاعدتا میدونم کی میبره اما اینکه چند چند میشم چه اتفاقاتی رد و بدل شده رو من هیچ اطلاعی ندارم و دارم با شما تماشا میکنم بازی همونطوری هفت فریمه و هر کس چهار فریم ببره برنده بازی البته بازی قبلی ما سه از پنج بود این چهار از هفته و بریم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره بچه این یه چیزی به شما بگم حالا بزنی آخرش به شما بگم الان نمیتونم بگم همطور که میبینید شاهین به شدت داره خوب بازی میکنه و واقعا در مقابل علی بازی کردن خیلی کار سختیه و تو خود شاهین هم ملی پوشه بارها و بارها با علی بازی کرده اینجا توپش میس میشه این نکته هم بگم پا به پای علی میزنه شاهین فقط الان بحثی که هست به خاطر سن علی تجربهش از شاهین بیشتره ولی بعد بریم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره تا اینجا میبینیم که خیلی ریلکس بچه به شما میگم میزها ماهوت توپ هر چی شما فکرشو بکنید بالاترین کیفیت ممکن یعنی دیگه بهتر از این نمیشه اینطوری به شما بگم دیگه خب اینجا هفت تا میس میکنه 29 تا میزنه و نمیتونه ادامه بده میس میکنه میریم به سراغ شاهین ببینیم شاهین از این موقعیتی که علی به در... یعنی بهش داده چیکار میکنه آها آه اون نکته ای بود من توی ویدیو قبلی میخواستم بگم به خوب جفتشون الان اینجا هستن میتونم درباره این موضوع صحبت بکنم حالا بحث, بحث شاهین بود به خاطر سنش من یه چیزی رو میشنوم در مورد شاهین سبزی که میگم مثلا حسین وفایی دیگری در راه هست چه میدونم آه... یه همچین چیزی به نظر من این خیلی م... نکته غلطیه حالا چرا غلطه ببین مثلا توی انگلیس خب یه شخصی مثل ترامپ میاد توی عرصه اسنوکر میاد توی دنیای اسنوکر نمیان بهش بگن که سالیوان دیگری در راه هست یعنی چی یعنی تو قرار بشه کپی سالیوان یعنی چی مثلا ما قراره چه به چه شاهین چه علی ما بگیم حسین وفایی دیگری در راه هست ببینید اوکی اینکه حسین وفایی الگو قرار بگیره از چه لحاظ از این لحاظ که آقای نفر تونست از ایران با همه شرایطی که هست خودش رو به تور جهانی برسونه پس میگیم این کار شدنیه این الگو الگوی خوبیه اما کارکتر طرف رو بذارین شکل بگیره یعنی چی یعنی که بزنین آقا طرف به یه کارکتر شخصیتی برسه اون میگه من حسین وفایی با اون امضا با اون جایگاه با اون لول بازی شاهینم صاحب سبک خودش بشه بشه شاهین سبزی یا علی قراقوزلو از هیچ فرق نمیکنه این دو عزیز هر دوتا رفیقای من خوششون میاد من چقدر دوستشون دارم اجازه بدین که بازیکن با این تعریف اشتباه بازیکن رو به مسیر غلط نبرید اینجا چلچار چل چل با و مساوی هستن و دو امتیاز شاهین حالا بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنم آه چه ضربه بدی چه ضربه بدی میزنه شاهین اینجا میبینید بچه گفتم پا به پای هم میزنن یه کوچولو تجربه علی به شاهین میچربه اگه رو کاغذ داریم حساب میکنیم ها. اما بازی سنوکره باید رقابت کنه قرار نیست که ها با هم دیگه بازی بکنن حرفی هست با چوب باید با هم دیگه زده بشه روی میز اینجا یه ضربه میزنه من که بعید میدونم همچین کاری میخواد نمیدونم چیکار میخواد بکنه آیا میخواد اسنوکر بکنه علی آیا میخواستش که پات بکنه دوبله که نمیزنه رو میزه اسنوکر حال درسته علی بازیش نمایشی هم میزنه اون وسط ولی دیگه قاعدتا کار انقدر ریسکی نمیکنه چون میدونه در مقابلش یه بازیکن با انگیزه هست این فریم تمام بشه در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت میکنم براتون باز بشه چون دارید یک شخص رو چه علی چه شاهین رو اشتباه تشویق میکنید بازی گره خورده اوه اوه او او چه سم می اوه اخ 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 اخ. علی چه شانسی آورد اینجا توپه یه ماچ کوچولو میگرفت از مشکی قصه میخوردیم جدید بود این ماچ کوچیک بگیره نداشتیم قفل بود توی نقد و بررسی هستو که حالا که حالا من مسابقات هست شدم فقط اینو به شما بگم خب این تو باشگاه ما داشت برگزار میشد حالا توضیح دادم باشگاه ما یعنی چی توی پادکست انقدر خستم اینقدر خستم نگم براتون یک هفته نابود شدیم واقعا مسابقه برگزار کردن کار سختیه خیلی کار سختیه انرژی گیره وحشتنا اینجا خب اسنوکر میکنه بالاخره علی رو شش امتیاز بالاست به بهترین حالت ممکن سیف میکنه و شاهین یک ضربه سیف میزنه خوب نیست این ضربهش میخواست قاعدتا به پشت توپ صورتی ولی نتونست علی چی کار میخواست اوه 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 چه زرب چه بچانسی میاره به آبی رو میگیره و توپ کیوبال میفته ده امتیاز شاهینه تو, ل... تو این سطح بازی ده امتیاز زیاد چشمگیر نیست چه سبزی میزنه علی چه سبزی میزنه بابا باری کلا باری کلا دینی به شما گفتم ده امتیاز چیزی نیست یا خود خدا تمام 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 به همین سادگی فریم رو از شاهین میگیره با یه پات وحشتناک توپ سب داشتم به شما میگفتم ببینید گفتم حسین وفایی رو الگو قرار دادن اوکی خیلی هم خوبه ولی اگه یه حدید این شاهین رفت حسین وفایی فهم درسته بین 10 تا 11 سال زحمتی که کشیده رفته جزوه رنگ 15 دنیا خیلی حرف ها ما اینجا میگیم 15 دنیا خیلیه اما اگه دیدین یه شاهین مثلا سه سال رفت توی 20 اول چی؟ موقعا بازم میگین حسین وفایی دو نه میگین شاهین سبزی حالا همین موضوع هم واسه علی اوه, اوه اوه چه سوتی آبیون نزد و علی رو گذاشت تو باغ گیلاس ببین چی کار کرد شاهین اینجا چه گافی چه گاف بزرگی در مقابل علی آه... علی هم که تشنه پات کردن دیگه بهتر از این چی میخواست همین موضوع در مورد علی قراغوزلی چون میگم دوتا تا اصلا برام هیچ فرق نمیکنه علی قراغوزلی هم همینه یهو میبینی رفت تو تور وحشتناک درخشید اسم روی بازیکن ها نذارید خودشون رو تشویق بکنید خودشون رو ساپورت بکنید و من به جرات به شما میگم اگر که اتفاقای خوبی رقم بخوره ما تو این ورزش خیلی استعداد داریم حتی من به جرات به شما میگم تعداد بازیکنان ایرانی میتونه تو توتور ارفیا تعدادش پا به پای افراد چینی بره به این چی دارم بهت میگم شالله که برای همه بچه های ایران چه ملی پوشامون چه کسی که علاقه من به این ورزش هستن انشالله یه روزی همه رو تو تور حرفه یا ببینم حتی خودمو چرا که نه خدا رو چه دیدی اوکی گفتم که علی داره توپا رو میچینه اون باقی که گفتم حرس شد با 66 امتیاز آه پسر آخ 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 آخ, آخ. فکر کنم حواسش پرد شد نمیدونم حس این بود میگم من تو سالن بودم نگاه نمیکردم بازی مثلا میرفتم اون ور میومدم این ور میگیری چی بهت میگم سرام یه جوری گرم میکردم که اه... بازی رو نبینم یه چیزی هم به شما میگم نکنین الان شما میگین آقا مثلا اوکی نکن بازیکن حرفه ای با هم دیگه صحبت میکنن چون میدونن بره که خاصی قرار شکل بگیره شاهین به علی گفتش که من قبول دارم حالا شی علی صلاح میدونه ادامه بده صلاح میدونه ادامه نده اوکی چون یه چیز واقعا به این سادگی و من ندارم چرا قبل توضیح داد أوه 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 أوه. آه... اوه 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 چه ضربه شانسی میزنه علی اوه کیوبالم از اون ورقه صفتا چه شود؟ اوه 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 باره اوه اوه کلا یه شات تر و تمیز از شاهین و جالبه که هر دو نفر این دو عزیزان چند روز دیگه که انشالله بازیاشو فیلم برداری هم بشه و پخش تلویزیونی داشته باشه نه بازیاشونو رو تو قطر ببینیم و امیدوارم که یک روز خوب باسشون باشه قشنگ رو مود خوب برن بازی کنن بدرخشن جفتشون هم خدا رو شک آمادن و ببینیم چه اتفاقی رقم میخوره بهتون گفتم که شاهین پای پای علی میزنه پای پای علی میزنه قدرتشو داره و مطمئنا این مسابقه خارج از کشور فکر میکنم بازی دومش هم هست یعنی سفر دومشه سفر بین علی دومشه شاهین آ... علی فکر کنم اولیشه اگر اشتباه نکنم علی چند تا مسابقه آسیایی داده ولی تو دل ایران هر جمع اشتباه میکنم بچه میتونید بگینا من اینو مطمئن نیستم ولی 99, 99 و 9 سلام درصد مطمئنم این همین قصه است شاهین بار دومشه علی بار اولشه و امیدوارم که هم تجربه خوبی کسب کنن و با مدال برگردن و مطمئن باشین جفتشون من به قول به شما میدم یک لیول وحشتناک میکنن بعد از این مسابقات قطر همون حسین وفایی که میبینید انقدر بازیش لول اپ کرد انقدر تغییر کرد به خاطر تعداد مسابقه که رفته داده با بازیکنهای سطح یک دنیا بازی کرده باری کلا هشتاد یکی برک میزنه دست خوش دست خوش باری کلا آفرین ببینیم این صد رو میبینیم از شاهین پسر پسر قطعا فکر نه نمیدونم بگم صد درصد میدیدیم یا نه ولی احتمالش بود یه 85 تا شاهین میزنه و بریم به سراغ فریم چهارم ببینیم این دوتا بازیکن جوون و خوش سایل استونکر ایران چیکار میکنن اینجا تو محله 16 نفر پایانی به پست هم دیگه خوردن واقعا یه فینال زودرس بوده بازی شاهین و علی و فقط تا اینجا ویدیو اگر لایک کامنت سابسکرایب یادتون رفته فراموش نکنین با این کارتون کلی حمایت میکنیم به غیر از این بازی حدود 5 تا آره یا چه... آره دیگه چهار تا بازی دیگه هم داریم نیمه نهایی دو تا نیمه نهایی داریم یه دونه فینال داریم و یه بازی دیگه هم هستش که توی هشت نفر پایانی یه بازی خیلی عجیب و غریبه دو تا بازی کنیم هم که تا حالا نداشتیم توی بیلی اسنوکر شو بازیشون رو نقد و بررسی میکنیم اینجا شاهین یه میس میکنه میس عجیبی هم بود واسه اینکه اونو توپ پات نکنه و اینجا رو ببینه علی هم پات نمیکنه چه موقعیت خوبی واسه شاهین دوباره به دست اومده م... نه 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 خوب نزد اینم بدتر از اون زد دست خوش با باری کرد چه پاتی داری تو پسر چه پات خوبی داری ولمون کن بچه ها اینو به شما بگم شاهین سنش هم کم اینم در نظر بگیرینا خیلی جای کار داره خیلی جای کار داره ولی چطوری یاد بگم مطمئنا میدرخشه یعنی همین مسیر رو ادامه بده یک کم به نظر من باید خیلی بیشتر تمرین میکنه سفتر خیلی سفتر از این بازی بکنه و تمرین بکنه این چیز شاهکاری میشه شاهکار هست دا. خ... من میدونم خیلی بهتر از این جا داره بشه خیلی دوست دارم حالا علی عزیزم این هم از شاین گفتم از علی هم به شما بگم خیلی دوست دارم ببینم که علی همین سبک بازی رو تو تور ارفه یا ببره آه... کارشناس های خارجی چی میگن نظرشون چیه و فدراسیون جهانی استوکر از این سبک بازی علی چون منحصر به فرده نیاتون باشه فدراسیون جهانی عاشق بازی کنه این, شا... این سبکیه که برای تماشاچی قدرت اینو دارن که بازی بکنم نمیخوام بگم علی کلا واسه نمایشی بازی میکنه نه این قدرت تو داره جاهایی هم نمایشی ضربه خب دیگه قاعدتا ببین یه چیز به شما بگم فشار رو بازی کنه داره با ر... هم داره با رنگ یک ایران بازی میکنه میدونی چی بهت میگم اه... خودش هم رنگش بالا سا ولی بدونید سنش و تجربهش کمتر از علیه ولی وحشتناک خوب میزنه شاهین علی هم که دیگه عالی بریم به سراغ ادامه ماجرا ببینیم که واری که علای ضربه دوبله یا دبل 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 دبل, دبل. اخ 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 یه پنج التماسی میبینیم اینجا خب اینجا اسکور رو میگیره دو امتیاز هم علی میشه سبز رو میزنه پنج امتیاز واو پنج امتیاز میگیره آیا شاینی میزو ازش حتی ما که نشستیم اینجا میگیم لنگش کن ولی آخ آخ شاین چی نمیزنی چی نمیزنی پسر نه تا فریم بالش توپ آبیه تمام 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 سه فریم رو میبره توپ فریم بالش به توپ آبی. میزنه توپ رو. بریم به سراغ فریم پنجم ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوره بین شاهین سبزی و علی قراغوزلو یه لانگشات خوب از علی هشتا تو این مسابقات بین 80 تا 90 تا زیاد داشتیم ولی برک 100 یه دونه بیشتر نداشتیم یه 156 بوده سیاوش مزینی عزیزم زدش همین بغیر از همین یه دونه بوده تو کل بازی ببین می، میدونید چی کام اوه 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 چه ضربه شانسی زد علی اوه, اوه چه سم میداره شکل میگیره اون وسط علی ماشاءالله خیلی بازی ضعیفه شانسی هم بزنه دیگه نور علا نور میشه <applause> حتی یه دونه شانسی میافته دیگه چه میدونم هشت و نوت بعدیش که شانسی نیستش که هم به شما بگم شانس جزوی از بازیه با دست که نمیندازه شخص یعنی نریزید به هم می سره همچین موضوعی که حالا یه دونه شانسی افتاده او ولی مثل که همون یه دونه توپ داره کار خوشم گفت البته اومد می چیکار کنه اومد خیلی حرکت قشنگی بزنه علی اومد یه دونه موی, موی بگیره تین کات خیلی موی بخوره به توپ قرمز و کیوبال بره پایین میز و ولی خب افتاد توپ ولی پشت همون ضربه 45 امتیاز زر... امتیاز گرفته علی آیا با همین نوبت فریم میشه یا نه او یه فریم میاد با توجه به پوزیشن میزها و بازیکنی که پشتش هست او یه فریم میاد 63 و تمام 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 70 تا زد و اینجا فریم رو از شاهین سبزی میبره شاهین رو از مسابقات حذف میکنه تو جمع 16 نفر و میره به جمع 8 نفر اینجا 79 مشکی رو نمیزنه نمیزنه و تمام باریکلا خب رفقا اینم بود از بازی شاهین سبزی و علی قرقوزلو که با برد علی به پایان رسید برای جفتشون آرزو موفقیت میکنم و انشالله تو تور حرفه یا جفتشون رو ببینم و برد و باخت این دو عزیز هیچ فرقی به حال من نمیکنه جفتشون رو دوست دارم جفتشون عزیز محترم و اینکه بازی دیگه یه باید یه بار ایشون ببر یه با اوشون یه بار ایشون یه بارش و اینکه لایک کام سابسکرایب فراموش نشه منتظر خیلی ویدیوهای خفنی تو این پلی لیست مسابقات قهرمان تهران باشین حالا حالا باهاتون کار دارم دوستتون دارم تا یه شب دیگه یه ویدیو دیگه خیلی چاکرین فعلا عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد هستی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد اسمی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش